30 تا 40 میلیون تومن تقریبا میشه گفت بازی خواسته بازم. به نام خدا سلام، من علیرضا جعفری، اینجا کالوگو، شما هم که خیلی خوش اومدید. بذارید برخلاف ویدیوهای گذشته اول از همه بگم آقا لایک و فالو و سابسکرایب و اینه تا یادم نرفته انجام بدید که دمتون گرم و خیلی عشقید. بریم توی بازه 30 تا 40 میلیون تومن. من قبل اینکه شما بیاید یه سری پارامترها گذاشتم: کورای 7 کورای 9 سی پی یو 16 گیگرم به بالا، گرافیکای 1650 به بالا رو اومدم دستبندی کردم و بریم سراغ ایسر. یه سری لپتاپ البته انتخاب کردم قبلا. ببین توی ایسر ها ما نیترو 5 وای ام 515 رو داریم، 55 و 54 پریدیتر و A715 که AN515-54 یه مدل داره RTX 2060 که گرافیک 6 گیگ هستش و گرافیک خیلی خوبی داره با اینکه سی پی یوش 9750 و مال سال قبله. یه مدل اینو میاریم بالا و یه مدل هم Acer Nitro 5 و AN515-55 i7 با 32 گیگرم 1 ترابایت SSD و 6 گیگ گرافیک 1660 Ti رو میاریمش بالا. این از Acer. برند بعدی اپل رو جداگونه بررسی میکنیم، چون توی این رنج قیمتی اپل بچه دیگه واقعا اینجا سخت افزاره خیلی قوی رو میبینید و شاید مثلا اپل ها رو بیاریم تو کنار اینا با هم دیگه مقایسه بکنیم، شما بیاید چقدر سخت افزارشون با هم دیگه فهم کنه چجوریه این اپل بس چرا انقدر گرونه. بخاطر همین با خودش مقایسهش میکنیم و با اینها مقایسهش نمیکنیم. توی ایسوس ها هم ما یه دونه بکنم زفیور کورای 7 1750 H رو آوردیم بالا، چون لپتاپیه که خوشگله و شیکه و کانفیگش هم خوبه، گرافیکش 1660 Ti هم داره و یه TUF آوردیم که به خاطر اینکه 1870 هستش سی پی یوش و یه دونم ROG و STX آوردیم که باز یه ترابایت SSD 16 گیگرم و گرافیکش هم اگر اشتباه نکنم 1650 Ti. بله 1650 Ti این رو آوردیم بالا، با البته با 32 گیگ رم اینم بگم، یعنی رمش نسبت به ایسوس های دیگه بالاتر بود. HP اومن رو آوردیم بالا با M15 که گرافیک 1660 Ti داره، 1 ترابایت هارد، 256 گیگ SSD و همین دیگه کانفیگش اینه. این از HP اومد بالا. لنوو لژیون لیژن یا حالا هر چیز دیگه ای که گفته میشه سری 5ش هستش که تو بین اینها بهترین کانفیگش 1660ش رو من انتخاب کردم که 32 گیگ رم داره، 1 ترابایت SSD داره و گرافیک 6 گیگ 1660 Ti. این رو بردم بالا. دیگه لپتاپش خیلی متفاوته و متنوع است. لنوو توی این رنج قیمتی لژن های مختلف رو داره و L340 رو داره و چیزهای دیگه. مایکروسافت با این کانفیگی که ما ست کردیم نداره، قطعا لپتاپ دیگه توی این رنج قیمت داره، هم سرفیس پروهاش رو داره هم لپتاپاش رو داره، ولی خب با این کانفیگ نداره. MSI رو میزنیم که G65 های مختلف رو داریم و G63 ها که G65 رو میاریم بالا با 1 ترابایت SSD و 6 گرافیک 1660 و 1750H. بریم بررسی کنیم مشخصات دونه دونه لپتاپ ها رو. Acer Nitro 5 AM515-55i7 با وزن 2.3 کیلوگرم، i7 1750 که 2.6 گیگاهرتز تا 5 گیگاهرتز فرکانس پردازشی، حافظه کش 12 مگ داره و ظرفیت 32 گیگ DDR4 رو داره، رمش 32 گیگ هستش، 1 ترابایت SSD داره، 1660 6 گیگ هستش، گرافیک 1660 Ti تیتانه و صفحه نمایش IPS داره با کیفیت فول HD و وبکم و کارت ریدر اینها داره، باتری 3 سل 57 وات ساعت، قیمت 39,880,000 تومان. لپتاپ بعدی Acer Nitro 5 AM515-54 که وزن 2.7 کیلوگرمی داره و وزنش نسبت به قبلی چقدر بیشتره؟ 4 کیلوگرم بیشتره و لپتاپ سنگینیه نسبتاً تو این رنج قیمتی. سی پی یو کورای 7 9750H داره 2.5 تا 4.5، اونجا ما توی 1750 2.6 تا 5 داریم، یه ذره سی پی یو ضعیف‌تره، 12 مگ کش ولی داره.
16 گیگ رم داره، خب 32 گیگ رم داشته، ترابایت اس اس دی داره، ولی گرافیک 2060 6 گیگ رو داره و ارزش خریدش اینجا خودش رو نشون میده، چون گرافیک حرفه‌ای هستش نسبت به 16 ها. ما بخوایم جی تی ایکس رو دست بندی کنیم یه سری که 10 ها و اینا بود که دیگه الان تو بازار نیست، مثل 1060 1050 1080 1070 اینا بودن که دیگه نیستن و اینها 10 ها اومدن جایگزین شدن با 20 ها که شدن RTX و سری حرفه‌ای تری. یه سری هم میارنده اومد جی تی ایکس به نام 16 1650 1660 که الان تو بازار ما 2060 2050 2060 2070 2080 و 30 ها رو هم داریم برای کامپیوترها، برای لپتاپ هنوز نیومده، ولی گرافیک های حرفه‌ای هستن نسبتا قوی ترن. جفتشون درسته که میگن 6 گیگ، ولی این 6 گیگ کجا اون 6 گیگ کجا؟ باتری 4 سل 46 وات ساعتی رو داره، قیمت 36,490,000 تومان، جزء لپتاپ خوش قیمت بازار برای این رنج قیمتی و این که البته با بکلایت قرمزش کنار بیایید. TUF FX506LU با وزن 2.3 کیلوگرم، i7 10870 ارزونتر از لپتاپ‌های دیگه است به خاطر i7ش تو بازار، ولی 870 بهتر از 750 از دید من. چرا؟ چون 16 مگکش داره، اون 12 مگکش داره، با اینکه فرکانس پردازشش یه ذره پایین‌تر هستش ولی باز ارزش خیلی خیلی بهتری داره. 16 گیگ رم داره، 1 ترابایت اس اس دی داره، 6 گیگ 1660 تی آی گرافیکش هستش، صفحه نمایش فول اچ دی آی پی اس داره، 144 هرتز نیستش متاسفانه، بکلایتش زرد متاسفانه، باتری سلسل 48 وات ساعتی داره و قیمتش 39,839,000 تومانه. ایسوس آروجی زفیروس جی یو 502 الیو که 1.9 کیلوگرم، جز لپتاپ خوشگل این قیمت و سبک و با شاسی ظریف نسبتاً، ولی خب خوشگله، خوش استایله، واقعا دوست داشتنیه. کور آی 7 10750 داره، 12 مگکش داره، خب 16 گیگ رم، 1 ترابایت هارد اس اس دی داره فقط، این که ما میگیم هارد اشتباه، البته 1 ترابایت حافظه اس اس دی داره، 15.6 اینچیه و فول اچ دی، صفحه نمایشش معمولی 144 هرتز نیستش، وایفای اینترنت پورت و اینا رو هم داره، باتری 4 سلولی 76 وات ساعتی، باتری خیلی خوشی هم داره و به نظر من به اندازه 38900 میارزه خریدش. و برای کسایی که میخوان لپتاپی داشته باشن که هم سبک باشه هم کارهای یه ذره حرفه‌ای باشه انجام بدن، واقعا لپتاپ خوبیه تو این رنج قیمتی. همین لپتاپ با 512 تا اس اس دی و بریم ببینیم که چه تفاوتی با مدل قبلیش داره. 16 تا 512 تا اس اس دی، قبلی 10750 بود اونم دیگه، اینم 10750، همین کامپینگ لپتاپه، هیچ فرقی با هم دیگه نمی‌کنن و 512 تا اس اس دی داره، اون 1 ترابایت اس اس دی داشتش و هیچ فرق با هم نمی کنن. قیمتشون هم 35,989,000 تومانه، قیمت قبلی 38,900,000 تومان بود. و اچ پی ها، اچ پی اومن که من اشتباهاً فکر کنم به جای ایسوس آروجی گفتم که ایسوس آروجی زفیروس گفتم که ایسوس آروجی های سری های معمولی رو آوردیم و ولی خب زفیروس رو من دو مدلش رو آورده بودم اینجا بالا. HP Omen 15DH1070 i7 10750 16 گیگ رم 256 تا SSD داره، 1 ترابایت هارد، هارد HDD داره و 1660 Ti 6 گیگ فول HD و وبکم و اینها، باتری 4 سل 65 وات ساعتی تاندربولت داره و هدست و موس گیمینگ هم همراهش هستش، از این از خوبه، 39,250,000 تومان. لژیون 5 با کانفیگ i7 10750 وزنش هم 2.46 لژیون 5، وزن لپتاپ اچ پی رم بگم من 2.4 کیلوگرمه، ایسوس هم که 1.9 کیلوگرمی بود گفتم، لژیون 5 2.46 کیلوگرم، 2.5 کیلو تقریبا،
12 مگ کش 1750 32 گیگ رم داره، 1 ترابایت SSD داره، 1660 Ti 6 گیگ داره و صفنامش فول اچ دی معمولی، 360 وات ساعت، 38,844,000 تومان. خوش قیمت، باز اینم بد نیستش نسبتاً. و MSI دوست داشتنی که من خیلی خوشم میاد از این MSI، 1.8 10750، یعنی وزنش خوبه، 1.8 کیلوگرم، 16 گیگ رم، 1 ترابایت SSD، 1660 Ti 6 گیگ گرافیک و IPS فول HD، صفحه نمایش معمولی و کارت ریدر رو همه اینو پورت‌های مختلف هم داره، 351 وات ساعتی هم باتریش هستش. یه لپتاپ هم بذارید من اضافه کنم به این لیست از ایسوس ها که فکر میکنم جاش خالیه، که 32 گیگ ROG GLI فکر کنم اگر اشتباه نکنم، بله G512 LI، من GLI با هم دیگه چسبوندمش. این ایسوس هم من اضافه میکنم به لیست. 2.4 کیلویی، البته مدل بگم ROG استریکس G512 LI، دقیقش کورایسنه 1750 داره، 32 گیگ رم داره نسبت به بقیه لپتاپ، 32 گیگ رم هستش، 1 ترابایت SSD، 1650 Ti 4 گیگ، گرافیکش پایین تره ولی که باتری SSL 64 داره و صفحه نمایش 144 هرتزی داره، نسبتا صفحه نمایش بهتری داره ولی با اینش باید کنار بیاید. صورتی پشتش، من نمیدونم حالا چرا این صورتی زدن، دیگه با اینم بتونید کنار بیاید. خیلی لپتاپ دیگه وجود داره، قیمتش هم بگم 38,790,000 تومانه. تو این رنج قیمتی خیلی لپتاپ دیگه هم هستن که قطعا نزدیک به 30,000,000 تومان، 35,000,000 تومان، 36,000,000 تومانه، ولی ما اونا رو بررسی نکردیم. اگر مد نظرتون هست بگید داخل کامنت ها، پیام ها، دایرکت ها، هر جای دیگه ای که با ما در ارتباط هستید و بفرمایید، ما سعی میکنیم با هم دیگه بررسیشون بکنیم و تو اون مدل هایی که مد نظر شماست تو اون رنج قیمتی بهترینش رو انتخاب بکنیم. ایشالله که بشه خرید خوشی رو داشته باشید. خیلی مخلصیم، دمتون گرم که تا آخر ویدیو اومدید. خدافظ.